سلام خدمت دوستان عزیز، با ادامه مبحث ریاکت در خدمتون هستم. جلسه قبل ما در رابطه با JSX صحبت کردیم و اینکه چقدر میتونه JSX به ما کمک بکنه برای اینکه راحت تر کد بزنیم داخل ریاکت و البته با کمک بابل. یعنی در حقیقت بابله که در پشت صحنه میاد JSX ما رو تبدیل میکنه به جاوا اسکریپت و دیگه نیازی نیست که برای ساختن المان هایی توی صفحمون هست جاوا اسکریپت استفاده بکنیم که خیلی کار سختی بود و خیلی راحت میتونیم از JSX که خیلی شبیه HTML ولی HTML نیست استفاده بکنیم. این جلسه میخوایم بریم سراغ یه مبحث دیگه تو ریاکت به نام پراپس. یه مبحث بسیار مهم و میشه گفت یکی از مبحث کلیدی ریاکت و در قالب یه پروژه خیلی کوچیک میخوایم اینو یاد بگیریم. یه پروژه خیلی ساده میخوایم توی فصل انجام بدیم. قبل اینکه وارد پروژه بشیم من یه عکس بهتون نشون بدم که در حقیقت این عکس میشه گفت سه اصل مهم ریاکته. خب من این عکس رو بیارم اینجا. خب راجعش چند دقیقه صحبت کنیم. این سه تا قسمتی که اینجا میبینید کامپوننت نستینگ، کامپوننت ریزیویبیلیتی و کامپوننت کانفیگوریشن. این در حقیقت سه اصل مهم ریاکته. اما یعنی چی اینا؟ کامپوننت نستینگ یعنی شما بخواید یه کامپوننتی رو داخل یه کامپوننت دیگه داشته باشید، یعنی نست کرده باشید، استران تو در تو باشن، حالا فارسیش میشه این. این یه اصله. خیلی هم اینو میبینیم تو ریاکت. یعنی شما میبینید، مثال از میکنم، بیایم یه سایت رو باز کنیم، تو یه سایت بهتون نشون بدم. خب بگم مثال باشم، بیایم داخل سایت دیجیکالا مثلا نیا کنید بچه‌ها. فرض کنیم این یه کامپوننت بزرگه، این سبز رو میبینید بچه‌ها، این کامپوننت بزرگه، اسمش رو مثلا میذارم شگفت انگیز سوپرمارکت، اسم این کامپوننت رو. داخل این کامپوننت بزرگتر ما یه سری کامپوننت کوچیک‌تر هم میذاریم. این کوچولوهای سفیدا رو فرض کنید یه کامپوننت خودش. این کامپوننت الان داخل کامپوننت بزرگتر قرار گرفته، به میگن نصف شدن. چرا این کارو میکنیم؟ به ما کمک میکنه که راحت‌تر بتونیم مدیریت بکنیم، راحت‌تر بتونیم کار بکنیم باهاش. البته یه کاربر دیگه داره که جلوتر میگم. پس به این عمل میگن نصف کردن. یعنی شما میاد یه کامپوننت کوچیکتر رو تو دل یه کامپوننت بزرگتر میذارید، یا چند تا کامپوننت کوچیکتر رو تو دل یه کامپوننت بزرگتر میذارید. الان که این کامپوننت بزرگتر شما میتونید جای دیگه هم استفاده کنید، مثلا میتونید اینجا استفاده کنید، رنگش رو عوض کنید، اینجا استفاده کنید، عنوان رنگش رو عوض کنید، یه عکس اینجا بذارید، دوباره هم کوچولوها رو هم باز عوض بکنید، همینجا استفاده کنید. این میشه اصل دومش. اصل دومش که چی بود؟ استفاده مجدد. پس یکی دیگه از اصلای ریاکت اینه که شما بتونید کامپوننت هایی رو طراحی بکنید که تو جاهای مختلف بتونید ازش استفاده کنید. یعنی کامپوننت بزرگی قرمز رو شما میتونید بیاید پایین‌تر سبزش کنید، تیترش رو عوض کنید، استفاده کنید. این کامپوننت کوچیک‌تر رو میتونید عنوانش رو، عکسش رو، این قیمت رو، ایناش رو عوض بکنید، جای دیگه استفاده کنید. به این کار میگن در حقیقت استفاده مجدد کردن از کامپوننت. این یه نکته خیلی مهمه تو ریاکت و باید به نکته توجه کنید. شما باید کامپوننت هایی رو طراحی بکنید که بتونید ازش مرتبا استفاده کنید و نیاز نباشه دوباره برای هر قسمت یک کامپوننت جدید طراحی بکنید. و اصل سوم چی میگه؟ کامپوننت کانفیگوریشن. این از معنیش اینه که شما باید کامپوننت هاتون رو بتونید کانفیگ کنید. کانفیگ کردن یعنی چی؟ موضوع میخوام میذارم به نظر بیاد سرما خوردم. این کامپوننت کوچیک‌تر رو شما در نظر بگیرید. اینجا یه دونه عکس گوشت است، یه توضیح مختصر، وزنش، قیمتش و یه چیزیه. سمت چپ همین کامپوننت عکسش عوض شده، اسمش عوض شده و غیره. به این میگن کامپوننت کانفیگوریشن. یعنی شما یه کامپوننت خام دارید، میتونید کانفیگش کنید که چی نمایش بده. اینم تو ریاکت ما مرتبا ازش استفاده می‌کنیم. با همون ابزار پراپس هم استفاده می‌کنیم، کار می‌کنیم. حالا جلوتر می‌بینیم. البته تو پروژه واقعی در حقیقت این کار با پراپس انجام، با یه تکنیک دیگه انجام میشه. معمولا میان در حقیقت دیتا اینو از بکند میگیرن به صورت های آبجکت جیسون و یه یو آی براش درست میکنه. میبینیم این رو هم خیلی جلوتر، البته الان نمونه هاشو میبینیم. پس این سه تا اصل از سه اصل مهم ریاکت، این که کامپوننت ها داخل هم دیگه استفاده کنیم، استفاده مجدد بشه ازش میکرد و بشه کانفیگش میکرد. خب بریم سراغ پروژه‌ای که قراره از امروز شروع بکنیم و تو این فصل که قرار بود به پراپس رو روش کار بکنیم. خب من عکسش رو بیارم. این عکسش بچه. میخوام یه در حقیقت وبلاگ کوچولو طراحی بکنیم که این وبلاگ عکس داره، عکس نویسنده این پست،
خود پست ساعتشه و اسم نویسندشه. میخوام اینو با ریاکت درست بکنیم. بریم شروع کنیم کارمون رو، پروژه‌مون رو درست بکنیم. یه نکته دیگه هم هست که جلوتر بهتون میگم. خیلی خوب. خب بریم پروژه‌مون رو درست کنیم بچه‌ها. خب وی اس کدمو باز میکنم، میزنم create React App. اسم پروژه‌مون هم بذاریم مثلا چی بذاریم؟ خدا رو خوش بیاد کامپوننت. خب هیچ چند ثانیه طول میشه این پروژه درست بشه، من ویدیو رو استاپ میکنم تا اون موقع. خب پروژه من نصب شد، میریم داخل فولدر پروژه‌مون. این دو خط کد باید یادتون باشه، اول میریم داخل اون پروژه فولدر روتتون در اول پروژه‌تون کامپوننت، و بعدش هم این کلمه مستر رو باید این آخرش بنویسه اینو، و بعدش هم دستور npm استارت میزنید که پروژهتون رام بشه. پروژهتون که رام بشه یه همچین شکلی پیدا میکنیم پروژه اولی همونه. خب بریم سراغ پروژهمون و اینکه کارمون شروع بکنیم. خب من عادت دارم که همیشه میام این کل این پوشه سورس رو پاک میکنم، دوباره از اول خودم مینویسم. این کار رو حتما بکنید بچه ها، باعث میشه که عادت بکنید خودتون بنویسید و حالا صرفا کپی پیست کار نشید. اولین فایلی که باید درست بکنیم index.js مونه، و این دلیل هم داره index.js میزنیم، تو پوشه پابلیک اگه شما برید تو index.html اینو من ببندم اینجا، دلیل داره اسمش index.js. بلحظه ایزه بدید. بذار من اینجا میذاره ترتمیز کنم بچه ها، اینا رو دیگه نمیخوام، اینا رو پاک کنم که زر خلوت شه اینجا، اینا رو کامنت ها رو پاک کنم. خیلی خب این لوگو رو هم میتونید نذارید، مهم نیست، رو بزن باشه ولش کن. دیگه چی رو میتونی برداریم بچه ها؟ این فاویکون هم میتونید عوض کنید اگه دوست داشتید، فاویکون برای خودتون درست بکنید. اینجا میتونید فاویکونش رو عوض کنید اگه خواستید. اینجا دسکریپشن سایت رو عوض کنید و چیزی مهمی نیست، اما فعلا باشون کاری نداریم. این هم من عوض میکنم. اوکی. این هم میتونید عوض کنید. پاک کنید درست عوض نکنید. خیلی خب این آماده شد بچه. حالا بیم سراغ ایندکس جیسون. به این آیدی روت اینجا دقت کنید بچه ها، یعنی میخوام ازش استفاده کنیم. خب بیایم اول دقیق یه دونه کامپوننت ریاکت درست کنیم. میرسیم ایمپورت ریاکت. خب قایت هم اول ریاکت رو ایمپورت کنیم داخل پروژه همون، فرام ریاکت. بعد کتابخونه بعدی که نیاز داریم ریاکت دامه. ریاکت دام برای اینه که شما بخواید المان های سفر رو حالا دستکاری کنید یا تغییرش بدید یا کاری انجام بدید روش. الان بهتون میگم چی کارش میخوایم بکنیم با این. یه فانکشن تعریف میکنم، یه کامپوننت فانکشن فانکشنال کامپوننت میخوایم تعریف کنیم. ما جلوتر میبینیم یه مدل دیگه هم کامپوننت داریم ما که کلاس کامپوننت میشن اونا. حالا اینکه فرقشون چیه رو اینشالله جلوتر خواهیم دید، عجله نکنید. یه دونه دیو ساده برگردونه داخلش هم بنویسه هلو ورد همین، و میام پایین تر. خب اینجا ریاکت دام باید استفاده کنیم بچه‌ها. چرا؟ حالا بهتون میگم. ریاکت دام دات رندر اپ document.query selector root. این root رو یادتونه بچه ها؟ خب بچه این از بالا میام پایین. تو دو خط اول ما کتاب خونه که لازم داریم ایمپورت کردیم، یکی ریاکت رو لازم داریم یکی ریاکت دامو. اینجا یه دونه فانکشن نوشتیم که داخلش یه دونه دیو به ما برمیگردونه فانکشنه. اوکی، یه ارو فانکشنه که دیو برمیگردونه، و اینجا از کتابخونه ریاکت دام
رندر آوردیم بیرون، گفتیم که این فانکشنه رو که یه دیو برمیگردونه رو کجا برام نمایش بده؟ داخل اسلش روت. اسلش روت کجاست بچه ها؟ اینجاست. نه. یعنی اون دیوه رو میره داخل این دیوه نمایش میده. ببینیم ببینیم چی شد بچه ها. خب یه رفرش کنم من. یک کنم بچه ها هلو ورد آورد اینجا گذاشت. به همین سادگی.